الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تنها مگذار ای نفس تازه جهان را، در غربت آینه دو چشم نگران را. بردار سر از دامن رفتن که نگیری از چشمه بیداری خلقت هیجان را. بی تو چه کند فاطمه با کودکی خود، مگذار سر شانه اش انبار گران را. ای ثروت اندوخته‌ات عشق محمد، با خود به دل خاک مبر گنج نهان را. در شأن شما پیشکش آنگونه نداریم، در روزه بگیر از من دل سوخته جان را. با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان، و سلام بر شما بیننده های عزیز و گرامی. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید جور و صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. عرض تسلیت دارم فرارسیدن ایام وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، ام المؤمنین، همسر گرامی پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را، خدمت همه شما خوبان و عزیزان به تقاضا دارم که حتما در دعای سحر، در مناجات های خدای شدنتان، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. با کمال امتنان و افتخار با برنامه‌ای به وقت بیداری روبروی شما خوبان و عزیزان هستین، در خدمت استاد خوب و بزرگوارم جناب آقای دکتر توکلی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، با موضوع حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، مادر نمونه امت اسلامی. جناب استاد سلام بر شما، طاعات عبادات قبول باشه انشالله. بینندگان گرامی، ایام وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها، زوجه مکرمه پیامبر بزرگوار اسلام، خدمت شما تسلیت عرض میکنم و از حضرت عالی و بینندگان گرامی در این ماه مبارک، در این افطارها و سحرهای نورانی التماس دعا دارم. امیدوارم که بتونیم در این فرصت اندک مطالب خوبی در ارتباط با مادرمون حضرت خدیجه سلام الله علیها خدمت شما و بینندگان عزیز عرضه بداریم. انشاءالله سلامت باشین استاد. خیلی ممنون از حضورتان و خوشحالیم که در خدمتتون همچنان هستیم. استاد، همونطوری که عرض کردم، موضوع برنامه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، مادر نمونه امت اسلامی هست. قبل از اینکه وارد این سوال بشم، که وارد بحث بشم که چطور مادر نمونه هست و بانوی نمونه هست، اگر لطف بکنین از ولادتش بگین و از خانوادش بگین و علاقه ای که نسبت به پیامبر مکرم اسلام و ازدواج و این صحبت ها را مقدمتا داشته باشین و بعد انشاءالله وارد بحث بشین. بله، سوالات بسیار خوبی، دو تا سه تا سوال هست. حضرت خدیجه سلام الله علیها معروف هست به خدیجه بنت خویلد، نام پدر ایشون خویلد هست، از زنان بسیار پاکدامن، عفیف و با شرافت نفس نسب والا تبار و نه. از زنان مشهور و ثروتمند مکه هست. ایشون در سال 15 قبل از آمولفیل، چون میدونید که آمولفیل یک نقطه عطف هست در تاریخ بله. جزیره العرب، یک اتفاق نادر، بله اتفاق نادر و بزرگ هست. تقویم عرب قبل از آمولفیل و بعد از آمولفیل تقریبا حساب میشه. مثلا میگن چند سال بعد از آمولفیل یا چند سال قبل از آمولفیل. ایشون 15 سال قبل از آمولفیل متولد شد در مکه، از خانواده بسیار شریف و اصیلی بود. طبق گفته مورخان
ایشون به هیچ عنوان به سمت شرک و بت پرستی نرفت، جزء حنفا بود، جزء کسانی بود که بر دین حضرت بله. ابراهیم علیه السلام بود، انسانی بود که دارای اصالت خانواده و شرافت نسب بود، پدر و مادر ایشون از انسانهای بسیار مورد اعتماد و آبرومند مکه بودند، در مکه متولد شد، در مکه تربیت شد، تاجر بسیار بزرگی بود که مورد اعتماد مردم مکه بود و اهل بسیار. امانت و عفت. بسیار جالب در اون زمان. بله. خب علاقمندیش نسبت به پیامبر و ازدواج و ثمره ازدواج، بله. اینا هم بسیار مختصر بایی که هر کدام، بله. از این سوال استاد خب یک برنامه، بله، رو در بر میگیره، شاید هم بیشتر و اینها. بله بله. ولی خب دیگه ما نهایت استفاده را از زمان ببرم تا تتروار. مجبوریم چون سوالات و مطالب زیاد هست و برنامه فرصتش اندک هست، مجبوریم که فهرستوار و خلاصه بگذاریم. بله. حضرت خدیجه سلام الله علیها در زمانی که پیغمبر هنوز به بعثت نرسیده بودند با حضرت ازدواج کردند. البته مورخین دیدگاه های مختلفی دارند، یک عده میگن او زمانی بود که حضرت خدیجه 40 ساله بودند و پیغمبر 25 ساله. شاید تعجب کنید، بسیار آمار مختلفی است. بعضی ها گفتن پیغمبر 21 ساله بودند، حضرت خدیجه 25 ساله، یعنی 7-8-9 نقل روایت از 25 سال بله. تا 40 سال و اینا رو برسه. عجیبه این تفاوت 15 ساله در تاریخ، بسیار عجیبه که یعنی اینقدر اختلاف نظر باشه. ولی در هر صورت حضرت خدیجه چند سالی از پیغمبر بزرگتر بودن. علت پیشنهاد ازدواج از طرف حضرت خدیجه به پیامبر، که اینم خودش نکته مورد بحثی است واقعا، اینه که حضرت پیامبر صلوات الله علیه در اون سفر تجاری که به شام داشتن بسیار امانتداری، وفاداری، صداقت و عزت نفس ایشون مورد توجه اهل کاروان قرار گرفت. بله. در حدی که بسیار شاخص شدن و از نظر اخلاقی درخشیدن، و وقتی که برگشتن به مکه مردم مکه تعریف و تمجیدها و تحسینهای فراوانی میکردن از پیغمبر، از جمله نزد خدیجه. نه. خب در ارتباط با حضرت خدیجه هم چند تا قول هست. یک قول اینه که ایشون قبل از پیغمبر ازدواج کرده بود، یک قول هم اینه که ازدواج نکرده بود. در تاریخ هست کردم نقل ها متفاوته. حضرت خدیجه بسیار زن زیبا، اونچه که در روایت نه. هست، عفیفه، مؤمنه، ثروتمند، مشهور و بسیار شخصیت معتبری بود و بسیاری از افراد دوست داشتن که با حضرت خدیجه ازدواج کنن به دلایل مختلف. ولی میبینیم اینجا خود حضرت خدیجه به خاطر او شرافت نسبی که دارن پیشنهاد ازدواج میدن به پیغمبر. طبعا. و این چیز جالبی است که ببینید دختر پیشنهاد ازدواج به پسر بده، در اون زمان در اون شرایط 1400 و خورده‌ای سال پیش، در اون وضعیت عرب زندگی قبیله ای عرب که این یک به اصطلاح چیز بدی میدونستن، ببینید حضرت خدیجه اینجا میان بعضی از تابوهای غلط جامعه رو میشکنن و پیشنهاد ازدواج میدن به کسی که پول نداره. پیغمبر پول نداشت، اما انسانی بود که اهل امانت بود، اهل صداقت بود، متخلق به اخلاق الهی بود و از این نظر زبان زد بود. و این خودش یک الگوست واقعا برای جامعه ما که ما از این مسئله واقعا یاد بگیریم. حضرت خدیجه پیشنهاد ازدواج میدن به پیغمبر و پیغمبر همچون اوصاف فراوانی در مورد فضائل انسانی حضرت خدیجه میشنوند، مخصوصا از ناحیه عموشون حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب علیه السلام واسطه این ازدواج میشن و این ازدواج صورت میگیره و بعد از این که صورت میگیره، حالا خواهیم گفت در ادامه برنامه که چه اتفاقات شکوهمندی میفته و این زن و شوهر واقعا میشن زن و شوهر نمونه عالم. سیامت دور شدم از این آن، با خودم آشنا شدم، آینه در حجاز بود عاشق مصطفی شدم، سرمه نمیبرم به چین، قند و شکر نمیخرم، نقره و زر نخواستم، صاحب کیمیا شدم. بسیار انتخاب عالی و بجا. بسیار عالی. خب ثمره ازدواج و فرزندان استاد. بله این شعر خوندین یاد شعر حافظ افتادم که گفت که ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را.
ببینید اینجا ما واقعا باید بگیم دختران ما باید به حضرت خدیجه بگن و ما متوسل بشیم به ذیل عنایت پیغمبر، بگیم عنایتی بفرمایید در مورد جوانان ما که اینها یاد بگیرن به او سبک و سیاق زندگی و ازدواج انشاءالله پیاده بکنیم در زندگی. خیلی هم جالبه بله. یک زنی با این ثروتمند و با این قبیله بله. پیامبر خب دیگه به تعبیر اون روز او مردم خب یتیم عبدالله بله. دیگه با بله. وضعیت بله. اقتصادی ره که داره هنوز که مبعوث به رسالت نشده بله. هنوز که او نام و نشان و رسم و رسوم رو پیدا نکرده بله. نداره حکومت نداره ثروتمند بله. سوال بعدیتون بله. چی بود بفرمایید؟ ثمره ازدواج بله. ثمره این ازدواج چند تا فرزند بود که از شاخصترین اونها حضرت فاطمه سلام الله علیها است، با اون روایات معتبری که داریم که حضرت رفتن و 40 روز در غار حرا و مشغول عبادت شدن و بعد حضرت جبرئیل سلام الله علیه از بهشت غذای بهشتی آوردن و با اون تعابیری که همه بینندگان عزیز شنیدن و حضرت ام کلثوم بله و حضرت قاسم و حالا چند نفر دیگر هم مورخ‌ها در تعداد فرزندان باز اختلاف نظر دارن، مهمترینشون همین ها بودن و عبدالله یک فرزند پسر دیگه هم داشتن به نام عبدالله که همه اینها فوت میکنن فقط حضرت فاطمه سلام الله علیها باقی میمونن که بعد سوره کوثر هم برای همین قضیه نازل میشه. ببینید پیغمبر صلوات الله علیه به اتفاق اکثر مورخین و روایتی که از خودشون نقل شده صرفا از حضرت خدیجه صاحب اولاد میشن و در اون روایت معروفی که داریم و اهل سنت هم نقل کردن که حضرت عایشه به پیغمبر میگه که یا رسول الله چرا شما اینقدر به یاد حضرت خدیجه هستید و ذکر فضائل حضرت خدیجه میکنید؟ خداوند به شما زن جوانی داد، منظور خود خود اشاره میکنه، زن جوان به زیبایی داد، دیگه وقتی که من هستم نباید به خدیجه فکر کنید. حضرت میفرماید که خدیجه بهترین همسرم بود در سختی ها، روزی یار و یاورم بود که من در سختی بودم، روزی به من کمک مالی کرد که من در فقر بودم و دست من گرفت که حالا او باز بعد اشاره میکنیم. میخوام عرض کنم که ثمره ازدواج اون چی که باقی مون حضرت زهرا سلام الله علیها. بسیار عالی، تشکر. یک میان برنامه کوتاه خواهش. بیننده های عزیز گرامی، پس از یک میان برنامه کوتاه همچنان در خدمت شما هستیم. السلام علیک یا مولاتی یا خدیجه الکبرا، سرمایت خرج مسلمانی ما شد، حق مسلمانی ما با تو ادا شد، دستت کلید قفل های بسته بوده، پیغمبر از دستان تو حاجت روا شد، اسلام بی تو بی گمان در شیب می مرد، دین خدا با همتت دین خدا شد، تو اجر زحمتهای احمد بودی اما مزد تو بانو حضرت خیر النسا شد، مادر بزرگی مثل تو دارد جز این نیست، زینب اگر آیینه زهران و ما شد، ای داغ تو بر سینه خاتم نشسته، ای داغ تو بر سینه خاتم نشسته، بی تو درون قلب زهرا غم نشسته، در عفتت مریم کنیز صبح و شامت، آسیه خدمت می کند هاجر سلامت، مال و منال و حسیت شد خرج اسلام، احمد به حیرت مانده در نوع مرامت، زهرا فقط در دامن تو رشد کرده، ای مادر زهرا همین بس در مقامت، طرز جهاد تو زبان زد مانده بانو، خلق خدا ماندن در نوع قیامت، حق است اگر در رتبت عمری بگوییم، دین خدا یک جا سند خورده بنامت،
با این که بر عرش خدایت پا نهادی، رفتی یداقی بر دل زهرا نهادی. صلی الله علیک یا مولاتی یا خدیجه الکبری. بیننده های عزیز و گرامی، دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. مثبت 964 780 255 40 13 پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست. میتونید نظریات ارزنده، هر گونه سوال، انتقادات، پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید. همچنان بیننده برنامه به وقت بیداری هستید با موضوعی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، مادر نمونه امت اسلامی، روبروی شما خوبان عزیزان هستیم. استاد سلام خدمت شما. دوباره خوش آمدید. استاد اگر اجازه بدین وارد بحث بشیم، این که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها به عنوان یک الگوی تام برای زنان مسلمان به جهان داره، چی ویژگی های اخلاقی بود؟ بله، سوال بسیار خوبی است و من فکر میکنم که بینندگان عزیز هم روی قسمت حتما سوالاتی در ذهنشون هست. موضوع بحث هم همینه. بله، موضوع بحث هم همینه. برای زندگی امروزمون هم خیلی نیاز داریم به این که بتونیم از زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها و پیامبر بزرگوار اسلام برای امروزمون درس بگیریم و الگو برداری کنیم. این قرآن در مورد پیامبر بفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. پیغمبر اسوه امت اسلامی است. وقتی پیغمبر اسوه هست، ازدواج پیغمبر هم اسوه هست و نمونه هست برای ما. خصوصیات همسر پیغمبر هم باید نمونه و الگو باشد برای زنان مسلمان و مؤمن. حضرت خدیجه سلام الله علیها خصوصیات بسیار برجسته‌ای داشتن که من با توجه به ضیق وقت برنامه بسیار سریع میگم و از بیننده های عزیز تقاضا دارم که روی موارد دقت کنن. واقعا ببینید، یکی از خصوصیات حضرت این بود که تحت تأثیر فرهنگ جاهلی عرب قرار نگرفت، یعنی عقل و خرد خودخور اسیر انعنات، رسوم و او فرهنگ جاهلی قرار نداد. مثلا به عنوان نمونه ببینید، جامعه عرب جاهلی بیشتر از طریق رباخاری و احتکار، از طریق راه‌های سوء مشغول کار و تجارت بود، از طریق استثمار برده ها، از طریق ظلم و از طریق نظام قبیله‌ای اشرافی. یعنی در نظام قبیله‌ای اشرافی مثل نظام کاست که در هندوستان قدیم بود، افراد به یک سری طبقات اجتماعی اینا در واقع تقسیم میشن. کسی که از طبقه اشراف هست هیچ وقت طبقه او نمیاد به طبقه فرودست، تنزل پیدا نمیکنه، و کسی که در خانواده فقیر و توهیدست متولد میشه هیچگاه نمیتونه به مراتب فرادست برسه. بسیار. ای یک نظام قبیله‌ای تعریف شده، یک نظام کاستیه. حضرت خدیجه شما نگاه کنید در تجارتش، ایشون به هیچ عنوان به سمت رباخاری و سود و راه‌های انحرافی نرفت. هیچگاه در تاریخ زندگی حضرت خدیجه ما نداریم که ایشون مالی احتکار کرده باشه. در مورد ازدواج عرض کردیم که سنت‌های غلط قبیله‌ای این که صبر میکنن که کسی به خواستگاری اونها بیاد که از نظر مالی در رتبه اونها باشه. مسائل اخلاقی در جامعه قبیله ای، مسائل اخلاقی و شخصیت طرف خیلی مورد اعتنا نیست. حضرت خدیجه ای تابور شکست. استاد، این ویژگی، این نگاه، این تمایز از کجا به وجود میاد که مثلا در او زمان، در او فضای خفقان را که اصلا زن بودن، دختر بودن، اینها یک نوع در خیلی ازشان جرم محسوب میشه، یک خانوم مثلا این همه ویژگی را داشته باشه، نمونه باشه، تک باشه، ویژه باشه، اقتصاددان باشه و خلاصه تاجر باشه و اینها، مثلا این آگاهی از کجا آمد؟ علم داشت، سواد داشت، تحصیل، چی باید؟ خیلی سوال خوبی کردید آی حسینی. یعنی دقیقاً اون نقطه اصلی که من می‌خواستم عرض کنم سوال شماست. جواب یک کلمه است. ببینید، تربیت خانوادگی. من اینجا میخوام اشاره کنم به حدیث امام هادی علیه السلام و بعد نتیجه بگیرم. حضرت فرمود من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته.
کسی که دارای اصالت شخصیت باشه، کسی که احساس کرامت و عزت نفس بکنه، کسی که در واقع گوهر گرانبهای انسانی خودش رو در واقع قدر بدانه و بفهمه که چه جایگاه انسانی داره، خودش رو به چیزهای پست نمیفروشه. تربیت خانوادگی که حضرت داشت باعث شد که ایشون انسانی بشه که دنبال فضایل اخلاقی باشه، دنبال کرامت انسانی باشه. پول براش ارزش داشت اما ارزش اولیه نبود. این نکته اول. نکته دوم، ببینید باز امام هادی میفرماید من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی که احساس حقارت نفس بکنه، عزت نفس نداشته باشه، تربیت خوب نشه، ای از شر او در امان نباشه. فرقی نمیکنه طرف زن باشه یا مرد باشه. حضرت خدیجه تربیت اصیلی داشت. این تربیت باعث شد که برای ازدواج هم دنبال فضایل اخلاقی باشه و کسی مثل پیغمبر انتخاب بکنه، در تجارت خودش اصول اخلاقی رو فراموش نکنه، در سبک زندگی خودش سبک زندگی انسانی و خردمندانه داشته باشه و در طول تاریخ زندگیش پول وسیله رسیدن به فضائل و کرامت انسانی قرار داد. پول براش اصالت نداشت، پول وسیله بود. موقعیت اجتماعی براش اصالت نداشت، موقعیت اجتماعی رو یک پتکی قرار نداده بود که بر سر طبقه محروم بزنه. حضرت خدیجه مهمترین خصوصیتش این نبود که فقط پول داشت. زنان پولدار شاید در اون زمان بودن، اما اون چیزی که خدیجه در تاریخ ماندگار کرد این بود که ایشون پول رو فدای ایمان، فدای تقوا، فدای بست و گسترش عدالت در جامعه کرد. هدفش این بود که عدالت اجتماعی در جامعه محقق بشه. لذا کارگراش از انسانهای فرودست و فقیر بودن و میرفت دنبال آدمهای خوب، مؤمن، مورد اعتماد که آدمای فقیری بودن و چیزی نداشتن. هدفش این بود که در واقع دست اونها رو بگیره و کارآفرینی در جامعه بکنه. این چیزاست که حضرت خدیجه ماندگار میکنه. همچنان برام گم هسته که چطور میتونه یک آدم این همه مثلا آگاهی رو داشته باشه بره دنبال این همه خوبی ها. یعنی مستقیما میخوام دنبال یعنی یک مدرسه در یک مدرسه جز مثلا تربیت را در داخل خانواده، مثلا خانواده پدر مادر اینها را در مدرسه درس خوانده بود داره انگیزه بود. ببینید من اینجا مجبورم یک گریزی بزنم به مباحثی که هم روانشناسان میگن و هم این که توی متون اسلامی داریم. بله. حقیقت شخصیت یک انسان در دوران کودکی شکل میگیره و در دوران نوجوانی. بله. و اون چه که کودک یاد میگیره صرفا تئوری‌های مدرسه نیست، عمل پدر و مادر نگاه میکنه. مثلا اگر پدر و مادر او اهل سخاوتن، این کودک ناخواسته اهل سخاوت میشه. اگر پدر و مادر او انسان‌های کریمن و تن به پستی نمیدن، این کودک هم همینطور تربیت میشه. اگر پدر و مادر او انسان‌هایی هستند که از محرومان دستگیری میکنن، این یاد میگیره، در بستر خانواده یاد میگیره. خیلی مهمه آقای حسینی تربیت خانوادگی و دیدن فضائل انسانی در عمل پدر و مادر. حضرت خدیجه یک چنین آدمی. بله، تربیت خانوادگی فضیلت و قار بزرگی به وجود میاره. ولی کیمیا و فیزیک و شیمی و تیب و برندر این هم خب اقتصاد این بله، نیاز به مدرسه بله، و این هم بله، ایشون حضرت خدیجه سلام الله علیها جزء کسانی بود که درس خوانده بود. ببینید ما اینجا باید این نکته رو عرض بکنیم. سوال این است که آیا حضرت خدیجه انسان بی سوادی بود؟ جواب این است که نه. حضرت خدیجه ببینید تاریخ رو دوستان بخوانن، تاریخ طبری، تاریخ بیهقی، اینا منابعی است که شیعه و سنی قبول دارن. در تاریخ نوشته است که حضرت خدیجه نسبت به کتب آسمانی قبل از خودش اشراف داشت. انجیل کاملا مطالعه میکرد و میفهمید، تورات میفهمید. بله، دنبال همین نکته. بله، این خیلی جالبه. در مکه 17 نفر باسواد بودن، یکی از اون باسوادها حضرت خدیجه بود. این کسی بود که توی در واقع جامعه جاهلی ضد زن در واقع عقب مونده عربستان اون زمان درس خوانده بود، خواندن و نوشتن بلد بود و در بستر اجتماع تجارت میکرد، کار میکرد. شما ببینید این که ما الان متاسفانه در جامعه ما به زن اجازه داده نمیشه که تحصیل بکنه. خیلی جای تاسف بله. داره. حتی قبل از اسلام این موضوع بوده، زن تحصیل میکرده و اینها. بله. متاسفانه اکثر مورخین
گفتن آقا حضرت خدیجه باسواد بود، اهل خواندن و نوشتن بود، پیغمبر با همسری ازدواج کرد که تحصیل کرده بود، درس خوانده بود، در جامعه کار میکرد، تجارت میکرد. متاسفانه ما الان توی 1400 و سال 1444 هجری قمری به زنانمون اجازه تحصیل نمیدیم، اجازه کار عزتمندانه در جامعه نمیدیم. این مورد توجه واقعا. اگر پیغمبر برای ما اسوه هست، ازدواج پیغمبر هم اسوه هست، همسر پیغمبر هم اسوه هست. ام المؤمنینه، قرآن میگه که همسران پیامبر مادر مؤمنینن. خب اگر مادر هست، ما میخوایم فرزند از مادر الگو برداری میکنه. یکی از جاهایی که باید الگو برداری بکنیم اینه که زنان باسواد و تحصیل کرده تربیت بکنیم، تحویل جامعه بدیم مثل حضرت خدیجه. تشکر استادی. که ویژگی های اخلاقی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها چی هست؟ همچنان بس روی ادامه داره اگر برنامه. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از اینکه نگاه های ناب و گرمتان را در این بخش از برنامه هدیه کردید. پس از میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. چون شمع در فروغ نبوت گداختی، قبل از نزول وحی نبی را شناختی. بیننده های عزیز گرامی دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی میکنید. ادامه برنامه به وقت بیداری هست با موضوع حضرت خدیجه سلام الله علیها مادر نمونه امت اسلامی. استاد سلام. سلامت باشین. سوال این بود که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها دارای چه ویژگی های اخلاقی بود؟ پاسخ شبتان کامل نشد. چون فرصت کوتاه هم خیلی سریع و فهرستوار عرض میکنم. اولین نکته ای که در وجود حضرت بود اون کرامت ذاتی و تربیت در واقع اصیل و الهی بود که در وجود ایشون بود. شما ببینید این خانم با این که ثروتمند بود، با این که از اشراف مکه بود، هیچ وقت در هیچ تاریخی وجود نداره که در واقع دنبال رفاه زدگی و زندگی اشرافی و تفاخر و تکاثر بوده باشه. احساس کرامت نفسی که در حضرت خدیجه بود، ابتکار و خلاقیت هایی که بود. شما در حالا چون ما فرصت نداریم نمونه هاش عرض بکنیم، در تجارت حضرت کار آفرینی که ایشون داشت، عده زیادی با ایشون کار میکردن،
نوآوری هایی که ایشون در تجارت و در زندگی خودش داشت، در واقع نو اندیشی که داشت، یعنی در واقع عقل خور اسیر خرافات و بدعت های جامعه جاهلی نکرد. و از همه اینها مهمتر این که برای ایشون اخلاق و سجایای اخلاقی مهم بود و ثروت خور در واقع خرج کرد در راه گسترش اسلام. انسان بسیار با سخاوتی بود. اگر ثروت حضرت خدیجه نبود، به اقرار خود پیامبر صلوات الله علیه، اون همه پیشرفت در واقع حاصل نمیشد. شما ببینید در قضیه شعب ابی طالب که مسلمانان و پیامبر 3 سال در محاصره بودند، حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه اینها بودند که از مکه در واقع غذا و مواد غذایی و خوراکی و مایحتاج مسلمان ها رو می بردن به شعب ابی طالب. و حتی در اون زمانی که پیغمبر در مکه مخفیانه تبلیغ میکرد، ایشون اولین کس، اولین خانومی بود که به پیغمبر ایمان آورد. وفاداری حضرت خدیجه، اینکه این مورد توجه خانم های گرامی مسلمان و مؤمن باید باشه، این وفاداری، اینکه ببینید زندگی بالاخره فراز و نشیب داره، در یک جاهای مرد امتیازاتی داره، جاهای زن امتیازاتی داره، این نباید باعث بشه که زندگی اینها به هم بخوره. اگر مثلا یک ارث خوبی به یک خانم میرسه، این خانم ناگهان پولدار میشه. به حمدالله در بین خانم های هموطن داره ما چون این مسائلی نیست، ولی گاهی اوقات شنیده میشه که اگر خانم پولدار میشه، ناگهان اخلاقی او عوض میشه، برخوردی او با همسر با خانواده عوض میشه و حتی ادعای طلاق گاهی اوقات میشه. ببینید حضرت خدیجه تحت تاثیر پول خودش قرار متاسفانه خیلی وقتا از همش خود بی‌نیاز فکر میکنه، همین که پول داره دیگه، نیاز به خانواده، نیاز به همسر، نیاز به خیر، اطاعت پذیری از همسر. استاد به موضوع وفاداری اشاره کرد. خب وفاداری نسبت که حضرت خدیجه نسبت به پیامبر مکرم اسلام داشت، این معروف و مشهور زبان زد به ماسته، این وفاداری در زندگی امروز چه نقش در تحکیم نظام خانوادگی داره؟ بسیار سوال خوبی است. ببینید اصلا اگر بگیم مهمترین در واقع فضیلت اخلاقی که میتونه یک خانواده روپا نگه داره و میتونه باعث استحکام خانواده بشه، باعث تربیت فرزندان صالح بشه و باعث ایجاد آرامش در نظام خانواده بشه، همین وفاداری است. وفاداری مخصوصا از ناحیه زنان محترمه بسیار مهم هست. این وفاداری البته باید از طریق مرد هم باشه، مرد هم باید وفادار باشه. بله، و وقتی که احساس میکنه که وضعیت مالیش بهتر شد یا یک امتیازی داره که خانمش نداره، نباید دست از پا دراز بکنه و حد و حدود رعایت نکنه. در مورد خانم، چون امروز بحث ما بحث حضرت خدیجه است، عرض میکنم ببینید هیچ دو انسانی در جهان 100% از همه جهات مثل هم نیستن. انسان ها منحصر به فردن. بالاخره ببینید یک سری خوبی ها شوهر داره که خانم نداره و بالعکس، یک سری خوبی ها و بدی ها ممکنه که دو طرف داشته باشن، با همدیگه باید اینا هماهنگ بشن. یعنی باید این چرخ دنده های همدیگر تکمیل بکنن. زندگی مثل یک سیستمه که هر قسمتی از اینها میتونه دیگری تکمیل بکنه. وفاداری اینجا باعث میشه که در واقع اخلاق در خانواده نهادینه بشه. وفاداری باعث میشه که ما فرزندان وفادار و متخلق تربیت بکنیم. وفاداری باعث ایجاد آرامش در همسر میشه که او بتونه در بیرون از خانواده بتونه چرخ اقتصاد خانواده رو بچرخونه. باعث میشه که فرزندان ما امنیت روانی داشته باشن، بتونن تحصیلات داشته باشن و در زندگی موفق و در واقع آرام باشن. استاد، با این که تمام خدمات حضرت خدیجه سلام الله علیها از تربیت دختری چون مثلا حضرت فاطمه سلام الله علیها، خدمات را که مثلا فرمودی در شعب ابو طالب و همینطور وفاداری، هر کدام از اینا بزرگترین کارهایی که خب خیلی فوق العاده بوده. با تمام اینها مثلا در پیش برد دین مقدس اسلام دیگه چه کار کرد؟ کار مهمتر از این چی بود؟ بله، ببینید در روایت معروفی است که حدیث متواتر هم هست از پیغمبر، پیغمبر صلوات الله علیه به حضرت عایشه فرمود که اگر ثروت خدیجه نبود، اگر ثروت خدیجه نبود، در بسیاری از جاها غیر از خدیجه کس دیگری به من کمک نکرد.
این نکته رو توجه کنید. اگر ثروت خدیجه نبود اسلام اینقدر پیشرفت نمیکرد. اگر وفاداری خدیجه نبود، فرمود در سختی ها، در بحران ها، به تعبیر بنده در مشکلات، در بیماری ها، در گرفتاری ها خدیجه به فریاد میرسید. به تعبیر این در جای هزینه کردی کسی دیگه هزینه نمیکرد، که کسی دیگه هزینه نمیکرد واقعا. حضرت همسران زیادی داشت و از جمله خب خود حضرت عایشه به دیگران. حضرت فرمود که حضرت خدیجه در جایی به من ایمان آورد که کسی ایمان نیاورد. شما ببینید در صدر اسلام وقتی که آیه نازل شد که و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر فامیل خود تبلیغ کن و اونها رو هدایت کن، پیغمبر در اون مجلسی که در خانه گرفت و ادعای نبوت کرد و در واقع اظهار کرد نبوت خودش رو، اولین زنی که به پیغمبر ایمان آورد و بر این ایمان استوار بود خدیجه بود، و اولین مرد هم حضرت علی علیه السلام. و حالا نکته اینه، اینجوری نبود که خدیجه صرفاً در پیروزی ها در کنار پیغمبر باشه و بعد در شکست ها متزلزل بشه. نه خیر، شما ببینید در وقتی که پیغمبر رفت در طائف و اونجا بد برخورد کردن با پیغمبر، سنگ به پیشانی پیغمبر زدن، و حتی در صحرای مروه اونجا یکی از مشرکین سنگ به پیشانی پیغمبر زد، پیغمبر مجروح افتاد، خونالود افتاد، کسی رفت خدیجه و حضرت علی با خبر کرد، حضرت علی و خدیجه رفتن به همراه حضرت ابوطالب، پیغمبر آوردن، خدیجه حضرت تیمار کرد، از مال خودش خرج کرد برای بهبود پیغمبر و به پیغمبر دلداری داد و به پیغمبر فرمود یا محمد صلوات الله علیه، اگر تمام عالم پشت به تو بکنن من با تو هستم، من به تو وفادارم. و این خیلی مهمه. و اگر تمام جزیره العرب نبوت تو رو قبول نکنن، ایر بدان که تا لحظه آخر عمر من به دین تو مؤمن خواهم بود و باقی خواهم ماند و از تو حمایت میکنم با مال و جان و با آخرین نفس. این خیلی مهمه که پیامبر یک چنین پشتوانه قوی در داخل خانواده داره. بسیار عالی، تشکر، خیلی عالی. استاد، وقتی که صحبت از یک شخص پولدار میشه، از اقتصاد میشه، از جهان تجارت میشه، ناخدا ذهن آدم میره به سمت یک آدمی دارای خدم و حشم و تشریفات خاص و ویژه و بسیار یک چیز متفاوته را که دیگه خیلی ها به ذهنش این موضوعی را که میگم حتما میرسه به ذهنش. ولی خب حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان یک زن مثلا تاجر، پولدار، سرمایه‌دار اون روز عرب و از طرفی هم همسر فرد اول جهان اسلام، این سبک زندگیش چگونه بود؟ زندگی شخصش بیشتر مثلا داروی همین تشریفات را یک پولدار امروزی مثلا داره، همین تشریفات یا فرق؟ دقیقاً این سوال شما به زندگی امروز ما بسیار ارتباط داره و مناسب است. من اینجا لازم میدونم که اشاره بکنم به اون فراز دعایی که توی مفاتیح هست و در ماه مبارک رمضان میخونیم، میگیم که خدایا و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک. اینجا مناجات میکنیم بعد از افطار با خدا، میگیم به ما اینجوری یاد دادن که ما اینجوری با خدا مناجات کنیم، خدایا من جوانی خور در مستی دوری از تو گذراندم، در پیری دو دقیقه بیشتر وقت خواهش میکنم. ببینید جوانی مستی میاره، پولداری مستی میاره و شهرت مستی میاره. اینکه انسان بتونه این مستی ها رو کنار بزنه و او اصالت خود فراموش نکنه، هدف خود، رسالت الهی خود فراموش نکنه، خیلی مهمه. یاد بیاریم سخن خواجه عبدالله انصاری که چقدر زیبا فرمود، میگه در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی. کسی که بتونه در همه این مراحل، در سستی کودکی، در مستی جوانی و در پستی در واقع ایام نداری خدا رو فراموش نکنه، این انسان بسیار انسان ارزشمند و الگو هست. حضرت خدیجه فسراء و ذراء، در داشتن و نداشتن، در بیماری و سلامتی، در جوانی و پیری، در پیروزی و شکست،
هدف اصلی خور که حمایت از پیغمبر، حمایت از وحی و حمایت از تعالیم حیات بخش پیغمبر بود فراموش نکرد. به معنی واقعی کلمه مادر بود. مادر یعنی موجود فداکار. مادر کسی است که خودش گرسنه میماند و فرزند رو سیر میکنه، خودش تشنه میماند فرزند رو سیراب میکنه. این مادر به معنی واقعی مادری کرد برای امت اسلامی که اگر نبود فداکاری های حضرت خدیجه، پیغمبر اینقدر پیشرفت و تکامل پیدا نمیکرد. کارش کوتاه و مختصر، جایگاهش نزد پیامبر چی بود؟ پیغمبر صلوات الله علیه فرمود که جایگاهش اومد تو ضمن یک روایت عرض میکنم، فرمود خدیجه به تو بشارت میدم که جبرئیل علیه السلام بر من نازل شد و به من فرمود که در بهشت کوهی از نور و درختانی از مروارید خلق میشه و پیغمبر یا رسول الله به تو بشارت میدم که همسر تو در بهشت خدیجه است. و وقتی که این حدیث پیغمبر به حضرت خدیجه گفت، به تعبیر بنده صورت خدیجه گل انداخت. حضرت بسیار خوشحال شد و فرمود من دیگه هیچ آرزویی ندارم. ای نهایت آرزوی من این بود که یا رسول الله در قیامت در بهشت هم با تو باشم. و ببینید این تعبیر پیغمبر در مورد هیچ کدوم از همسران خودش نداشت. متشکرم، خیلی ممنون. سلامت باشید. خیر سلامتی برای خیر راهتان باشه و ما هم حتما از برای خیرتان فراموش نکنید. در مقام زن ولی مردانگی قانون توست، تا قیامت هر کجا مؤمن بود ممنون توست. بردباری، صبر، دینداری همه مرهون، ولی هر که از اسلام دارد بهره‌ای مدیون توست. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب به وقت بیداری، تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان را به الله پاک به همتا می سپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.